به شما همیهنان گرامی و نازنین، امروز سه شنبه است، 16 دی ماه 2579 و برابر است با 5 دسامبر 2021 میلادی. سال 2020 رو پشت سر گذاشتیم با همه بدی ها و خوبی ها و کاستی ها. بیماری که خانمان سوز است در نیمه های سال گریبان کره زمین رو گرفت و اختشاشاتی که در جهان بود، اما به نسبت سالهای پیش به لحاظ شیوع جنگ ها و بروز جنگ های منطقی سالی آرامتر بود. شاید یکی از دلایل اون اتخاذ سیاست جنگ زدایی بود که آقای ترامپ از هنگام روی کار آمدن دنبال کرده بود و همواره گفتگو میکرد که دیپلماسی و گفتگو رو ترجیح میدهد به استفاده از گزینه جنگ. بر روی آنچه که کوشش شد از طریق جنگ جلوگیری بشه و در کشتار انسانها، کووید توانست به دست کسانی که پشت پرده جهان رو اداره میکنند و در آزمایشگاه ها مشغول ساختن انواع میکروب ها و تغییر دادن در ساختار ویروس ها هستند برای کشتار بشریت، کار خودش رو کرد و در سرتاسر کره زمین شاید کمتر نقطه‌ای باقی ماند که کووید 19 در آن اثر نکرده باشد و کشتاری انجام نداده باشد. و از این جهت شاید آنچه که بشریت توانست از عدم پرداختن به جنگ در حفظ جان انسان‌ها سیو بکند، در اینجا از دست داد. به هر روی سال 2021 که آغاز شده است، دنباله سال 2020 است، زیرا که بسیاری از مسائل جهانی از جمله همین ویروس حل نشده است و بر اساس آنچه که گفته شده و شنیده شده و دیده شده است، ویروس نوع جدیدی که به خصوص از کشور انگلستان میگویند آغاز شده است و در برخی نقاط دیگر جهان هم دیده شده است، نوعی خطرناکتر از ویروس پیشین است. مسائل اقتصادی که در اثر کووید 19 در جهان به وجود آمد، تبعاتی داشته است که مسلم است در 6 ماهه اول سال 2021 جهان شاهد این تبعات خواهد بود. تورم اقتصادی که در دنیا پیدا می شود با کاسته شدن قدرت خرید مردم، در روی زندگی عمومی توده های مردم به خصوص طبقات کم درآمدتر اثری مستقیم و فاحش خواهد داشت. و به همین جهت است که این تربولانس اقتصادی و عدم توازن قدرت مالی در جامعه و ایجاد اختلاف طبقاتی که به خصوص بر اثر این شرایط بیشتر می شود، می تواند منجر بشود به شورش های مردمی در سراسر جهان. و طبیعی است که در یک چنین حالت های جناح‌های سیاسی هر کدام کوشش می کند برای بهره برداری از حرکت های مردمی به نفع تشکیلات و یا اندیشه و تفکر خود ماجرا رو شدیدتر بکنند و چه بسا که کنش احزاب سیاسی و طرفداران اونها در جهان میتواند خواستهای مردم رو به سمت و سوی جنگهای داخلی به خصوص در برخی از کشورهایی که دوچار گرفتاری‌های اقتصادی هستند ببرند. کشور ما که از یک مدیریت نالایق 42 سال از رنج میبرد و مشتی مردمان ناآگاه و فرومایه بر ایران حکومت کردند و همچنان میتازند، یکی از کشورهایی است که در معرض تغییرات و تحولات بسیار اساسی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و طبیعی است که در یک چنین سرزمینی با نبود یک مدیریت آگاه و انسانی، یک مدیریتی که به فکر مردم و به فکر چاره‌ای برای حل مشکلات کشور باشد، می تواند جامعه ما را دچار بحران‌های بسیار شدید کند. رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است در طی 42 سال عمر ننگین خود
که به طور کلی هیچ گونه توجهی به کشور و به مردم ندارد، بلکه بر اساس وصیت آن گجستک قبلی یعنی خمینی در حقیقت نظام صرفاً به فکر بقای خود و به فکر توسعه طلبی نظامی برای پراکندن فرقه شیعی در منطقه و در سراسر جهان است. جنگ‌های فرقه‌ای که اینها به پا کردند و آتشی که توانست مورد استفاده گلوبالیست‌ها قرار بگیرد و توسط آن خاورمیانه را در یک جهنم مهیبی بسوزانند و هزاران هزار نفر انسان بیگناه رو به کشتن بدهند، میلیون‌ها انسان رو از خانه و کاشانه فراری بدهند، شهرهای بسیار کوچک و بزرگی رو با بمباران‌های پی در پی تخریب و تبدیل به تل خاک بکنند، همه حکایت از عمق جنایتی دارد که فرقه تبهکار حاکم بر ایران 42 سال است اون رو دنبال کرده و به دنبال حفظ و نگهداری آن است. عجب اینجاست که با همه تبهکاری که اینها دارند و در سراسر جهان بسیار مشهود است، از جمله کار اخیری که در دریای عمان انجام دادن، توقیف کشتی کره‌ای که از بندر الجبیل در عربستان سعودی 7200 تن اتانول رو به سمت هندوستان می برد و برخلاف قوانین بین المللی و به دلایل بسیار واهی توسط سپاه پاسداران توقیف و به بندر عباس برده شده است، نشان از این دارد که رژیم در آستانه سفر مقام معاونت وزارت امور خارجه کره به ایران در ازای 7 میلیارد بیشتر یا کمتر پولی که از بابت فروش نفت به کره کشور ما طلبکار است، این وضعیت رو به وجود آورد تا زمانی که این مقام کره‌ای در تهران است با تهدید و ارعاب از او بخواهند که به رایزنی دریایی اینها پاسخ مثبت بدهد و در این حال از این طریق بتوانند حداقل بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو آزاد بکنند تا رژیم بتواند نفسی تازه بگیرد و به ایادی جنایتکار خود در منطقه، به تروریست های تحت حمایت خود کمک مالی برساند. جالب اینجاست که دولت کره جنوبی هم بلافاصله اعلام کرد که تحت تاثیر این قبیل رایزنی های دریایی قرار نمیگیرد و یک واحدی رو برای دفاع از کشتی‌های کره‌ای در منطقه روانه خلیج فارس کرده است. اتفاقی که در روز دوشنبه رخ داد در حقیقت اتفاق جدیدی نبود. بارها ما شاهد چنین مسائلی، یعنی جهان شاهد چنین مسائلی بوده است. زمانی که نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می‌کند و همزمان می‌بینیم که گروگانگیری دریایی دیگری در منطقه انجام می‌شود توسط فرقه تبهکار. ولی آیا جامعه جهانی با دیدن این کارها و با اینکه دقیقاً سازمان‌های اطلاعات و امنیتی کشورهای مختلف می‌دانند که ماهیت این رژیم چیست و چگونه مشتی جنایتکار تبهکار و راهزن بر یک کشور باستانی و یک ملت باستانی حکومت می‌کنند و نه تنها مردم خود را در منجنیق گذاشتن بلکه در سراسر منطقه و جهان هم دست به یک چنین اعمال غیر منطقی و ناجوان مردانه میزنن؟ با توجه به داشتن همه این اطلاع و اطلاع از جزئیات و ترورها و انفجارها و مسائل مختلفی که در کشورهای مختلف پیش آمده است و موشک اندازی ها به منابع نفت عربستان سعودی و حمله به قایق های به کشتی های هواپیمابر آمریکایی در دریای عدن و انفجار خبر در عربستان و کشتن تعداد بسیار زیادی تفنگداران دریایی آمریکا و فرانسه، چگونه است که این کشورها نه تنها در برابر همه این جنایت‌ها سکوت می‌کنند بلکه هنوز هم مشتاق بستن قرارداد با جمهوری اسلامی و نگهداری جمهوری اسلامی هستند؟ طوری که 100 تن از نمایندگان مجلس آمریکا که عمدتاً دموکرات هستند و در میان اینها تنی چند ریپابلیکن هم دیده شده است، نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام این
گرفتاری هایی که جامعه جهانی با یک چنین فرقه توکاری دارن، علیرغم همه این جنایت ها، علیرغم ادعاهایی که اینها میکنن درباره حقوق بشر و اینکه خود رو مدافع حقوق بشر میدانند، چگونه است که نه تنها در برابر این رژیم سکوت میکنند، بلکه میخواهند که با این رژیم دارای روابط بسیار نزدیک باشند. آنچنان که جو بایدن که رئیس جمهور احتمالی منتخب ایالات متحده آمریکا هست، بارها اعلام کرده است که میخواهد به برجام بازگردد و با جمهوری اسلامی گفتگوی دیپلماتیک رو آغاز بکنه و کنار بیاد. البته در این حال هم صحبت میکند از تحریم ها، یعنی همان تحریم هایی رو که ترامپ برقرار کرده است، منتها این واژه هوشمند رو هم با آن اضافه کرده است و چگونه که میخواهد هوشمندی این تحریم ها رو انجام بدهد هنوز مشخص نیست. ولی فی الواقع وقتی که میبینیم اتحادیه اروپا، روسیه، چین، ایالات متحده و دیگر کشورها علارغم اظهار نظرهای ظاهری که میکنن و آنچه که ظاهرن ایالات متحده میگوید در عمل هیچ اتفاقی رخ نمیدهد، ماجرا چیست؟ ماجرا اینجاست که در همین دوران 42 سالی که از عمر ننگین این فرقه تبهکار میگذرد، ایالات متحده توانسته است بالاترین میزان درآمد را از طریق فروش سلاح به کشورهای ثروتمند و نفخیز منطقه خلیج فارس، از بحرین تا کویت و از کویت تا قطر و قطر تا امارات و عربستان سعودی داشته باشد و دیگر کشورهایی که در اون میزان نتوانستند خریدهای چند صد میلیارد دلاری برای اسلحه اختصاص بدهند، مانند کشور مصر یا کشورهای دیگر مثل اردن، اونها هم در حد توان خود کوشش کردند تا به آخرین سلاح‌های نظامی ساخت ایالات متحده تجهیز بشوند. و ترکیه یکی دیگر از کشورهایی است که از این مسئله نهایت استفاده رو کرده و برای ارتش ترکیه سلاح‌های مدرن و هواپیماهای مدرن جنگی سفارش داده است. بنابراین این فروش سرسام‌آور اسلحه به کشورهای منطقه آیا بدون حضور و وجود جمهوری اسلامی امکان پذیر بود؟ طبیعی است خیر. اگر در منطقه توازن قوایی وجود داشت، آنچنان که در دوران جنگ سرد شاهد بودیم، به محض اینکه یک کشوری مانند مصر چند فروند هواپیمای جنگی به اتحاد شوروی سفارش میداد، بلافاصله کشورهای دیگر به خصوص اسرائیل خود را ملزم میدانستند که برای رسیدن به یک توازن جدید یک حرکتی انجام بدن. اما فروش میلیاردها دلار اسلحه به کشوری مثل عربستان سعودی که حتی دارای نیروی انسانی توانمند برای به کار بردن این سلاح‌ها نیست، چه معنی میتواند داشته باشد مگر یک تجارت بسیار پرسودی که اونها بهره‌مند میشوند. کشورهای اروپایی از جمله کشور پلید بریتانیا و کشور فرانسه و آلمان هم در ردیف های سوم و چهارم و پنجم از لحاظ فروش اسلحه هستند بعد از روسیه به کشورهای منطقه خلیج فارس، و به این ترتیب است که اونها هم سودهای کلانی از فروش سلاح‌ها و هواپیماها و ناوچه‌های مدرن و دستگاه‌های رادار و دستگاه‌های جاسوسی و استراق سم بردن. به علاوه این که با ذلیل نگه داشتن کشور ایران و اجازه ندادن به ایران که دارای سلاح‌های مدرن بشود و نیروی هوایی از کار افتاده و پوسیده ما که هواپیماهایی که در حدود 60 سال پیش یا 50 سال پیش خریداری شده است و امروز از رده خارج هستند، و یا نیروی دریایی ما که در جنگ ایران و عراق تقریبا از بین رفته است، در حقیقت وضعیت رو در مملکت ما به گونه‌ای قرار دادند که اگر احیاناً جنگی درگیر بشود، ما به هیچ وجه آمادگی پدافند از خودمون رو نخواهیم داشت. و این خطر بسیار بالقوه است که با توجه به آنچه که اخیراً شاهد بودیم در منطقه قفقاز جنوبی رخ داد و در حقیقت برنده اصلی ماجرا نه کشور آران و حکومت باکو بلکه کشور ترکیه و حکومت اردوغان بود،
و از سوی دیگر روسیه توانست با مانوری که داد و خیانتی که در واقع روس‌ها به کشور ارمنستان کردند دوباره جای پای خودش رو در قفقاز جنوبی باز بکنند و زیاد طلبی‌های اردوغان در منطقه و رجزخانی‌های او و حزبش و همچنین رجزخانی‌های پانترکیست‌ها خطرات بسیار بالقوه‌ای رو در مرزهای شمالی و شمال غربی کشور ما به وجود آورده است. در جنوب هم ما شاهد هستیم که سر تا سر منطقه توسط ناوگان‌های مختلف آمریکایی و اروپایی مملو از کشتی‌های جنگی و هواپیماهای آخرین سیستم است و همچنین در آمادگی کامل برای دفاع از هر گونه حرکتی که ممکن است از سوی جمهوری اسلامی رخ بدهد. اما در همین حال ما می‌بینیم که کشورهای اروپایی سعی می‌کنند با نگه داشتن این رژیم بلکه بتوانند اونها هم در یک حد کوچکتری و در حد توان اقتصادی ناچیزی که دارن و با توجه به مشکلات اقتصادی که دارن با بستن قراردادهایی از طریق دلالانی که در جمهوری اسلامی دارن و پولهایی که زیر میز رد و بدل می شود دوباره زیمنس و فیلیپس و کمپانی های دیگر و سیتروان و پژو و توتال و غیره و زالک به ایران برگردن و لفت و لیس اروپایی ها هم برقرار بشه. در این حال چینی ها که دلگی اروپایی ها رو ندارن و گداصفتی اونها رو ندارن در فکر نقشه های بسیار بزرگتر هستن، نه برای بستن یک قرارداد برای یک نوع کالا یا چند نوع کالا، بلکه برای بستن قراردادی که ایران رو یک جا و یک پارچه برای 99 سال زیر استعمار مستقیم چین در بیاورند. روس‌ها و به خصوص شخص پوتین با سیاست‌های خاص خود که سیاست نعلامیخ است هم به نوعی جمهوری اسلامی رو از رده کشورها و حکومت‌های نافذ در منطقه خارج می‌کند، در سوریه به اینها اجازه نمی‌دهد که بیش از حدی که روسیه تعیین می‌کند عرض اندامی بکنن و اجازه نمیدهد که اینها گاز خودشون رو به اروپا صادر بکنن، اجازه نمیدهد لوله های گازی که قرار است از ایران برود به کشورهای همجوار کشیده بشود و میخواهد که اروپا و کشورهای دیگر محتاج گاز روسیه باشند. همچنین با خارج شدن ایران از مرحله تولید و صادرات نفت در حقیقت منافع بزرگی رو علاوه بر عربستان سعودی روس ها هم برده و خواهند برد. به این ترتیب است که ما میبینیم که کشورهای قدرتمندی که در نقاط مختلف جهان هستند، از آن سوی اتلانتیک ایالات متحده تا این سویش اتحادیه اروپا تا آن سو در اروپا در روسیه و آن سوی دیگر در آسیا چین و حتی هند و کره و ژاپن و دیگران، هر کدام به دنبال دریافت منافعی از کشور ما هستند. معادن ایران یک جا به روس‌ها و به انگلیس‌ها سپرده شده است، منابع بسیار گرانقدر ایران رو استخراج می‌کنند، در ازای رشوه‌ای که به پاسدار یا به آخوندی می‌دهند آنچه که ثروت در اون مملکت هست بار کامیون‌ها می‌شود و از ایران خارج می‌شود. خاک ایران رو هم که مرتب به شیخ‌نشین‌های جنوب ساحل خلیج فارس می‌فروشند. به این ترتیب کشور ما در یک حالت فلاکت و بدبختی خاصی به سر میبرد. ایرانی ها شاید تنها ملتی هستند که امروز در جهان هیچ گونه یار و یاوری ندارند. هیچ کس نیست در جهان که به فکر ملت ایران باشد و هیچ کس نیست که در برابر این همه ظلم و ستمی که جهانخواران جهان دست در دست یکدیگر متحد شدند برای اضمحلال ایران و ایرانی اقدامی بکند و دفاعی بکنه در حقوق ملت ایران. بنابراین آنچه که باقی میماند ملت هست و آنچه که باید بماند کشور است. اما ملت و کشور چگونه میمانند؟ آیا با گفتگو کردن در باب مسائل و گرفتاری ها مشکلات حل میشود؟ آیا ما میتوانیم با آه و زاری و ناله
در رسانه‌های عمومی و گذاشتن عکس‌های جگرسوز در این سو آن سو در سوگ از دست دادن حقوق خود در دریای مازندران، در مورد قرارداد با چین، در مورد استخراج معادن ایران توسط روس‌ها و انگلیس‌ها، در مورد بسیاری اچافاتی که شده است، در مورد از بین رفتن مرز ایران و ارمنستان در قفقاز جنوبی و بسیاری اتفاقات دیگر که افتاده است، کشتاری که کرونا در ایران کرده است و بی توجهی حکومت و رذالت هایی که حاکمان نسبت به ملت انجام می دهند، آیا کافی است که بنشینیم و نگاه کنیم و گلایه کنیم یا باید کاری کنیم؟ گزارشاتی که از ایران می رسد حکایت از این دارد که مردم به جان آمدند، جان مردم به لب رسیده است و همه آماده یک قیام سراسری هستند. اما چرا قیامی صورت نمی گیرد؟ برای اینکه رهبری نیست، برای اینکه برای به وجود آمدن هر حرکتی، اگرچه که مطرح می شود که جنبش های مدنی بدون رهبر هستند و معمولا رهبرها از دل جنبش های مدنی برمی خیزند، اما آیا ما در سرزمینمان با توجه به نوع حکومتی که بر ما حاکم است، با توجه به دین و کیش و آیین تحمیلی که داریم، با توجه به فرهنگی که داریم، ما هم قابل مقایسه با مردم گرجستان هستیم؟ آیا ما قابل مقایسه با مردم رومانی هستیم؟ آیا ما قابل مقایسه با مردم تونس هستیم؟ حتی ما قابل مقایسه با مصری ها هستیم که اگر بن علی در تونس افتاد یا حسین مبارک به فرمان آقای حسین اوباما از ریاست جمهوری برکنار شد، آیا چنین اتفاقی در ایران هم محتمل است و ما هم به همان اندازه که مصری ها موفق شدن موفق خواهیم شد؟ ما به همان اندازه که آقای ادوارد شوادنادزه وقتی که شنید مردم گرجستان او رو نمیخواهند استعفا میدهد میرود، علی خامنه ای هم استعفا خواهد داد؟ پاسخ همه این پرسش ها منفی است. ما با یکی از پلیدترین، کثیفترین، منفورترین و خونریزترین رژیم های طول تاریخ بشر مواجه هستیم. یک رژیم اهریمنی به نام رژیم الهی، به نام رژیمی که فرمان از خدا می گیرد. یک رژیم توتالیتری که همه ابزار قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی رو در دست دارد. یک جامعه جهانی استعماری که پشت سر این رژیم ایستاده است برای حمایت از او، و در آن سوی دیگر ملتی با دست خالی، با شکم گرسنه و پای برهنه. پس ما نیازمند فرمول‌های خود هستیم. اینکه امروز سخنرانی کنیم که جنبش مدنی کارگزار هست، کارساز هست، هست، اما آیا جنبش مدنی در کشور ما هم کارساز بوده است؟ نبوده، زیرا که ما جنبش های مدنی دیدیم، کسانی آمدند جانفشانی کردند، خون آنها در کف خیابان ها ریخته شد. آنهایی را که در کف خیابان ها از سر و سینه مورد اصابت به دستور خامنه ای منفور قرار نداده بودند، در بازداشتگاه ها با فجیع ترین شکنجه ها به قتل رساندند، و یا در شب ها در گوش و کنار شهرها اونها را از پشت با گلوله زدند و کالبد اونها را به رودخانه ها و دریاچه‌ها انداختن. آیا در رومانی همچنین اتفاقی رخ داد؟ آیا بن علی در تونس چنین کاری کرد؟ آیا حسین مبارک در مصر چنین کاری کرد؟ آیا در دیگر کشورها، در چکسلواکی سابق نظیر این رو ما دیدیم؟ آیا در لهستان چنین اتفاقاتی رخ داد؟ آیا در خود اتحاد شوروی در هنگام فروپاشی چنین اتفاقاتی رخ داد؟ آیا در آفریقای جنوبی چنین اتفاقاتی رخ داد؟ خیر. پس ما اگر دیدیم، تجربه کردیم، چند بار خیزش مدنی آمد و جانفشانی کرد ولی موفق نشد، بایستی به دنبال فرمول دیگری باشیم، به انتظار نباشیم که رهبران از درون این خیزش، چون خیزش ناکام میماند. خیزش رو رژیم با پشتوانه استعمار در نطفه خفه می کند. پس ما نیازمند یک دستگاه رهبری هستیم، قاطع، کاریزماتیک، میهن‌پرست، که بتواند هم
مردم رو به حرکت در بیاورد، ایجاد خیزش میکند، هم خیزش رو آموزش بدهد و هم خیزش رو مدیریت بکند تا به سر سامان برساند. و این فقدان تا به امروز، حداقل در 20 سال گذشته تا کنون، یکی از بزرگترین رنج های ملت ایران بوده است. و ما هنوز در اپوزیسیون نتوانستیم از کوچک تا بزرگ، از بالا تا پایین، برای این مسئله، برای حل این موزل راهکاری پیدا بکنه. راهکار ما بسنده شده است به مصاحبه ها، به سخنرانی ها، به شرکت در اتاق های زوم، به جلسات گفتگوی پوچ بی حاصل وقت تلف کن، بعضن اظهار نظرهای ناآگاهانه که ملت رو نه تنها به راه درست ببرد بلکه به بیراه ببرد. مواجه شدیم با رسانه های خودفروش، میهن فروش، که در قالب دموکراسی خواهی هر کسی رو از کوچه و بازار آوردن، به او تریبون دادن اظهار نظر بکند تا شاید به گمراهی بیشتر مردم افزوده بشود، و بسیاری معضلات دیگر که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مردمی که در داخل هستند امروز در انتظارند که ما در خارج از کشور چه می‌کنیم، و ما کسانی که در خارج از کشور هستیم چشم امید داریم به اینکه مردم خیزش بکنند، مردم همه کارها رو حل بکنند، مردم حکومت رو به زیر بکشند، بعدم فرش قرمز برای ما پهن کنند، بگن که تشریف بیاورید مال و اموالتون رو باز پس بگیرید و بر ما سروری کنید، زیرا که 30-40 سال شما در دیار فرنگ زندگی کردید. حقیقتا با یک چنین اندیشه، با یک چنین تفکری ما روزگار گذروندیم و امروز شرایطی رو که در اون قرار داریم با توجه به این مسئله که دوباره اینها مطرح کردند که غنی‌سازی 20% که حتی روسیه به این اعتراض کرده است که شما دارید از برجام فاصله میگیرید، و اتفاقات شومی که ممکن است برای کشور ما رخ بدهد، با توجه به اینکه ما به طور کلی علارغم عربده کشی های این فروصفتانی که به عنوان فرماندهان ارتش و پاسدار و غیرزالک هستن، فاقد توانمندی برای پدافند از سرزمین خود هستیم، معلوم نیست که چه بر سر ایران ما خواهد آمد. تجربه نشان داده است که هر سالی که از عمر ننگین این فرقه تبهکار می‌گذرد، خسارت‌های زیادتری به کشور ما وارد می‌شود، خسارت‌هایی که چه بسا قابل جبران نیست، خسارت‌هایی که شاید قابل بازگرداندن نباشد. منافع ملی ما همه در حال تاراج شدن است. سرزمین ما آهسته آهسته در حال تجزیه شدن است. ملت ما آهسته آهسته در حال انقراض است. و می رویم به آنجا که از ایران و ایرانی فقط نامی در تاریخ بماند. لذا اندیشه کردن به ایران یک فریضه ملی است. کوشش کردن برای رهایی ایران یک فریضه ملی است. حرکت کردن برای نجات ایران یک امر واجب و غیر قابل نادیده گرفتن است. باید کاری کرد، کشور رو نجات داد و از این وضعیت اسفبار بیرون آورد. امروز بیش از هر زمان دیگری از کسانی که در اپوزیسیون فعال هستند باید بخواهیم که به وظایف میهنی خود توجه بیشتر داشته باشند و به جای شرکت در جلسات بی حاصل، به جای درست کردن صدها و هزاران حزب و دار و دسته و گروه و نامهای مختلفی که میگذارند، برسند به آنجایی که بتوانند یک کار عملی آغاز بکنند. و همونطور که عرض کردم، این کار عملی بایستی به گونه ای انجام بشود که تنها کسی که از سوی ملت ایران شناخته شده است و از سوی جامعه جهانی به عنوان یک رهبر شناخته شده
مطرح هست کسی نیست مگر شخص شاهزاده رضا پهلوی و با کمک ایشان و درایت اپوزیسیون، زنان و مردان دلاوری که دل در گرو ایران دارند، لازم است که آن ستاد رهبری هرچه سریع‌تر تشکیل بشود تا بتواند به خیزش ملی در ایران کمک بکند. و طبیعی است که با خیزش مردم و آغاز اعتصابات و حمایت نیروهای مسلح بدون اینکه چشمی به کاخ سفید یا کرملین یا الیزه یا باکینگهام داشته باشیم، ما ایرانیان میتوانیم خود را از شر این فرقه تبهکار رها کنیم، ایران رو باز پس بگیریم و به سازندگی و آبادانی و سرافرازی ایران بپردازیم. سپاسگزار هستم که با من همراه شدید. با شما بدرود میگویم تا برنامه دیگر. پاینده ایران عزیزم.